سلام رفقا، امیدوارم حالت خوب باشه. ببخشید یه مقدار دیر شروع کردیم، یه مقدار مشکل صدا داشتیم که خدا شکر برطرف شد و الان در خدمتتون هستم. امروز همونطور که قولش داده بودم بهتون، میخوام هم نکاتی که تا الان گفتم براتون مرور کنم، یه مقدارم حالا همونطور که میبینید در رابطه با بحث مدیریت زمان که احتمالا مشکل خیلیاتون هست میخوام صحبت کنم. همه خوبی؟ چه خبر؟ صدا کمه؟ الان اوکی میشه، الان صدا اوکی میشه، نگران نباش. شما خودتون صدای سیستمتون رو زیاد کنید، از این طرف هم صدا اوکی میشه. سلام سلام، الان صدا اوکی میشه بچه. تا صدا اوکی میشه شما یه محبتی کنید، سوالاتتون رو بنویسید که من سوالاتتون رو ببینم. حالا به محض اینکه صدام اوکی شد انشالله من درس رو شروع میکنم، سوالاتتون رو جواب میدم. بله، ترمیم معدل دیگه چی؟ یکی از سوالاتون سوال در رابطه ترمیم معدل بود. الان صدا اوکی دیگه ها؟ خب بچه دیگه عالی بریم جون. خب بچه، نکاتی که امروز میخوایم دربارش صحبت کنیم، گفتم یه مروری میخوایم داشته باشیم بر تکنیک‌های مطالعاتی که تا الان بهتون گفتم. بیاد بهم بگید ببینم اینا رو میدونید یا نه. تکنیک‌های مطالعاتیمون چیا بود بهتون گفتم؟ یکی تکنیک بیش از میانگین بود، تکنیک پومودورو بود، اصل پارکینسون بود. اینا برای مطالعه. در رابطه با تست به اضافه تحلیل تست یه صحبتی داشتیم و در رابطه با آزمون. خیلی خلاصه میخوام اینا رو توضیح بدم و امروز هم که در رابطه با بحث مدیریت زمان، البته موضوعات دیگه ای هم مطرح شده تا الان تو کلاسامون، اما خب دیگه من نکاتی که باید بدونید و میگم امروز مدیریت زمان. بچه ها راستی ویتامین که دیگه اوکی شد، کیا از ویتامین استفاده کردن؟ میدونید ویتامین چیه دیگه؟ انشالله نظرتون در رابطه ویتامین رو بهم بگید ببینم، همون قدی که قولشو داده بودم بهتون. درجه یک بود یا نه؟ بچه ها ببینید ویتامین قربون شما، مرسی، ممنون. ببینید ویتامین ویژه داوطلبای خودمه. هر کدومتون که داوطلب من هستید اما هنوز از ویتامین استفاده نکردید، به دستتون نرسیده، یه پیام به من بدید که اوکیش کنم. به 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 به، دمتون گرم. بچه ها ببینید ویتامین یه برنامه داره، یعنی شما میتونید مطابق با اون برنامه پیش بیای. خب دیگه کل پکیج رو یه جا در اختیارتون گذاشتم، هر جایی که مشکل داری هم میتونی مطالعه کنی. مثلا شما تو کلاس‌های اولیه من در رابطه با تمرکز نکات رو شنیدی،
اما الان این موقع سال مشکل تمرکز داری. حالا بیا فکر کنی کدوم جلسه بود فتی در رو تو تمرکز صحبت کرد، بری بگردی تا بخوای پیداش کنی ببینی چی گفتم، شاید برات یکم سخت باشه. الان تمرکز راحت میتونی بری ببینی چه جوریه. یا مثلا نکات روانشناسی که حالا خیلی ریز دیدید دیگه، بچه ها دیدید دیگه حتما، خیلی ریز بهش پرداخته شده جز به جز، هر موضوعی که حتی فکرش هم نکنی این تو هست، یعنی تو اصلا فکرش هم نمیکنی که همچین موضوع. اون در واقع نکاتی که یه داوطلب کنکوری، سوالایی که یه داوطلب کنکوری داره همش تو ویتامین هست. اوکی، داوطلبای خود من با من رو ارتباطی دارید دیگه، با من در تماسی، پیام میدید به من، گزارشکار میدید، چک میشه. اوکی، این هست بچه. تکنیک بیش از میانگین برای داوطلبایی که ساعت مطالعهشون کمه و میخوان به یه ساعت مطالعه بالا برسن. یه نکته رو بهتون بگم قبل از اینکه در واقع مرور داشته باشیم بر تکنیکامون، یه نکته رو بهتون میگم. خب بچه‌ای که میگید من هنوز ویتامینمو ندارم، یه پیام به خود من میدی، من اوکیش میکنم برات. اگه داوطلب من هستی و هنوز ویتامین نداری، برات سریع اوکیش میکنم. خب تکنیک بیش از میانگین برای داوطلبیه که هنوز ساعت مطالعه ایدئال خودش نرسیده و میخواد به ساعت مطالعه ایدئال برسه. برنامهش تا الان چجوری بوده؟ از فردا میام روزی نیم ساعت به ساعت مطالعه اضافه میکنم، یا نه یهو ساعت مطالعه هم میرسونم به این مقدار، مثلا 4 ساعته، یهو میخواد از فردا بشه 10 ساعت. شاید در بهترین حالت یکی دو روزم به اون هدف گذاریش برسه. اوکی، شاید یکی دو روزم به هدف گذاریش برسه و به اون شرایط ایدئالی که مد نظرش بوده بتونه درس بخونه، ولی سری میاد پایین. یا مثلا میگه روزی نیم ساعت زیاد میکنم، الان مثلا 4 ساعته، فردا میشه 4.5، پس فردا میشه 5، بعد دوباره یهویی دو روز بعدش میشه 4 ساعت، دوباره ناامید میشه، میگه ای بابا قرار بود روزی نیم ساعت اضافه کنم کمم شد. ببینید هدف گذاری که اینجوری به صورت روزانه انجام میشه معمولا اجرا نمیشه. تو تکنیک بیش از میانگین گفتم چیکار کنید، جدول عادات بهتون دادم، جدول عادات البته تو ویتامین هم هست، جدول عادات بهتون دادم توی بات تلگرامی من، میتونید جدول عادات رو ببینید. توی جدول عادات به صورت هفتگی میای ساعت مطالعه تو به صورت میانگین میبری بالاتر و هفته دوم بیش از میانگین هفته اول درس میخونی، هفته سوم بیش از میانگین هفته دوم درس میخونی. چجوری؟ مثلا این هفته میانگین 4 ساعت بوده، هفته دوم سعی میکنی بیش از 4 ساعت بخونی، یعنی کمتر از 4 ساعت هیچ روزی درس نخونی. میانگین 4 بوده دیگه توی هفته اول، یعنی چی؟ یعنی یه روز 3 بوده، یه روز 4 بوده، یه روز 5 بوده، میانگینت شده 4. توی هفته دوم دیگه کمتر از میانگین هفته یک نباید درس بخونی، خود به خود ساعت مطالعه میاد بالا، یعنی یا 4 یا 4 و نیم یا 5 یا 10 هر چقدر که میخونی، ولی کمتر از 4 نشه. یه خطا هم مجازه، یعنی اگه یه خطا داشته باشی اشکالی نداره، ولی اگه دو تا خطا شد هفته رو باید دوباره از اول شروع کنی. یعنی یه هفته یه تو وقتی تمومه که حداقل 6 روز از 7 روز رو بالای اون 4 ساعت درس خونده باشی. پس این میشه تکنیک بیش از میانگین. حالا شما توی هفته دوم اگه بیش از 4 ساعت درس بخونی، یهو میبینی میانگینت شده 5، هفته سوم میبینی میانگینت شده 7، همینجوری هفته به هفته ساعت مطالعات میره بالاتر، بدون اینکه استرس و استراب اینو داشته باشی که وای نکنه به اون ساعت مطالعه ایدئالم نرسم. خیلی راحت به اون ایدئالت میرسی اگه تکنیک بیش از میانگین درست اجرا کنی. پومودورو چی بود؟ پومودورو رو بهتون قبلا بارها گفتم، خیلی خلاصه بهتون میگم پومودورو یعنی چی. یعنی تو اون تایمی که میخوای درس بخونی کار دیگه ای نکن، فقط درس بخون. اگه رفتی سراغ کار دیگه ای اون تایم میسوزه. یعنی چی؟ یعنی جزء ساعت مطالعات حساب نمیشه. پومودورو یعنی چی؟ به در واقع زبان ایتالیایی پومودورو یعنی گوجه فرنگی، یه لغت ایتالیایی یعنی گوجه فرنگی. حالا چرا گوجه فرنگی؟ یه دانشمند ایتالیایی یه گوجه فرنگی داشته که در واقع گوجه فرنگی نبوده، تایمر بوده، یعنی یه تایمری داشته که شبیه به گوجه فرنگی بوده، اینو کوکش میکرده سر 25 دقیقه زنگ میزده و این دانشمنده توی اون 25 دقیقه فقط درس میخونده. حالا من بهتون گفتم به جای 25 دقیقه شما 30 دقیقه انجام بدید پومودورو رو، که در واقع اون تایم براتون تایم در واقع رونتری باشه دیگه، برای جمع و تفریق کردن راحت تر باشه.
توی اون 30 دقیقه‌ای که درس می‌خونی حق هیچ کار دیگه‌ای نداری. یعنی فرض رو بر این می‌ذار 25 دقیقه درس خوندی، 20 دقیقه درس خوندی، یهو میره تو گوشیت، 20 دقیقه می‌سوزه، جزء ساعت مطالعه حساب نمیشه. اگه بتونی 30 دقیقه بدونه که کار دیگه‌ای انجام بدی درس بخونی، اون 30 دقیقه میره جزء باکس مطالعاتی. یه جوری در واقع داری وضعیت درس خوندن خودتو می‌سنجی که واقعا داری با کیفیت درس می‌خونی یا نه همش درگیر حواشی. پس پومودورو هم میشه 30 دقیقه درس بخون بدونه که کار دیگه ای انجام بدی، 5 دقیقه استراحت کنه، میشه یه پومودورو. اما پومودورو یه باکس مطالعاتی نیست. یعنی منظور من این نیست که تو برو نیم ساعت ریاضی بخون، نیم ساعت عربی بخون، نیم ساعت نمیدونم زیست بخون. نه، منظورم اینه که تو نیم ساعت که خوندی حالا میتونی بین 3 تا 5 دقیقه استراحت کنی، دوباره نیم ساعت بعدی هم میتونی همون درسو بخونی. یه درسو بعد چقدر بخونی؟ 1.5 تا 2.5 ساعت. 1.5 تا 2.5 ساعت که درس رو میخونی، بعد میری باکس مطالعاتی بعدی. 1.5 ساعت میشه 3 تا پومودوروی نیم ساعته. 2 ساعت میشه 4 تا پومودوروی نیم ساعته. 2 ساعت و نیم میشه 5 تا پومودوروی نیم ساعته. یعنی بین 3 الی 5 تا پومودوروی نیم ساعته اجرا میکنی، بینشون چقدر استراحته؟ باریکلا 3 تا 5 دقیقه. بین 3 الی 5 دقیقه استراحت میکنی بینشون. وقتی یه باکس مطالعاتی، یعنی یه درس رو خوندی تموم شد، حالا 1.5 ساعت، 2 ساعت، هر چقدر، بعد 15 دقیقه استراحت میکنی میری باکس بعدی. 15 دقیقه استراحت بین پومودورو داری، بین پومودورو نه، بین اون چند تا پومودورو، بین اون باکسه که متشکل از 3 الی 5 تا پومودوروه. حالا 15 دقیقه استراحت میری باکس بعدیت که بازم بین 3 الی 5 تا پومودورو، بین پومودورو 3 الی 5 دقیقه استراحت، بین باکس ها هر باکس 3 الی 5 تا پومودورو بود، بین باکس ها 15 دقیقه استراحت. اوکی، اینجوری. پارکینسون چی بود؟ پارکینسون چی بود رفقا؟ ببینم میتونید جمله پارکینسون رو بفرمایید. پارکینسون چی میگه؟ یه جمله داره شبیه یکی از گزارشگرای فوتبال. خب قبل از اینکه بخوام پارکینسون رو توضیح بدم، یکی از دوستاتون یه سوال خوب پرسید. میگه آقا من نیم ساعت اول یه درس خوندم، مثلا نیم ساعت دومم خوندم، توی نیم ساعت سوم 15 دقیقه خوندم درس تموم شد، حالا اون 15 دقیقه میسوزه؟ بهترینش اینه که من یه 15 دقیقه دیگه اضافه کنم از یه درس دیگه، یا همون درس رو 15 دقیقه دیگه تست بزنم. نیم ساعتم باید پر شه در هر صورت، یعنی اون یه ربع دیگه جزء ساعت مطالعه حساب نمیشه. من که مثلا میگم ریاضی رو خوندی میخوای بری سراغ زیست، 15 دقیقه سومین پومودوروتی، 15 دقیقه خوندی تموم شد اون مبحث، دیگه نمیخوای ادامه بدی، 15 دقیقه بعدی رو برو ریاضی بخون، وقفه ننداز بینش، که در واقع پومودورات کامل شن. بچه ها ویتامینو گفتم، برای ویتامین، برای بنویسم اینو، نپرسید، برای داوطلب های خودم، فقط برای داوطلب های خودمه، بهم پیام بدید براتون میفرستمش. خب آفرین، میگه هر کاریو هر چقدر براش وقت در نظر بگیری همونقدر طول میکشه. یعنی چی؟ مثالم زدم براتون، گفتم مثلا تو مدرسه زنگ اول دینی داشتی، زنگ دوم مثلا زیست داشتی، خب فلسفه داشتی، حالا درس مهم نیست، دوستت اومده پیشت بهت گفته که برای امتحان خوندی، گفتی امتحان چی؟ میگه زنگ بعد امتحان داریم، حالا امتحان زیست، فلسفه هرچی، گفتی وای نه نمیدونستم یادم رفته بود. نه اصلا، یا این که اصلا انکار میکنه نه امتحان نداریم که. بعد از بقیه دوستات میپرسی، میگه آره هفته پیش مثلا معلم آخر کلاس اومد گفتش که از این مباحث بخوام امتحان بگیرم، تازه یادت میفته که ای دل غافل یادت رفته بود امتحان داری. مثلا سر همون زنگ یواشکی میشینی کتابو وا میکنی، یه مقدار میخونی، زنگ تفریح هم میشینی میخونی، بعد میری امتحان میدی، اتفاقا نمره خوبی هم میگیری. اوکی، اگه روز قبل میدونستی امتحان داری کل بعد از ظهرتو میذاشتی برای اون امتحانه، ولی توی زنگ قبل از امتحانت متوجه شدی، حالا سر اون زنگ 10 دقیقه یه ربع شاید خوندی، توی زنگ تفریح هم یه ربع می‌خوندی، کلا نیم ساعت نشد خوندی، رفتی امتحان دادی نمره خوبم گرفتی.
یعنی کاری که معمولاً برای تو یه بعد از ظهر کامل طول میکشید تونستی توی یه ربع الا نیم ساعت جمعش کنی. پارکینسون چی میگه؟ پارکینسون میگه برای هر کاری هر چقدر وقت در نظر بگیری اون کار همونقدر طول میکشه. یعنی تو فرضاً امتحانت دوشنبه بوده، یک شنبه بعد از ظهر به این فکر میکردی که خب من فردا امتحان دارم، وقت بذارم حساب این امتحانه رو بخونم، دیگه هیچ کار دیگه هم نکنم. یعنی تو یه بعد از ظهر کامل براش در نظر گرفتی، کارت چقدر طول کشید؟ یه بعد از ظهر کامل. وقتی سر زنگ دین و زندگی فهمیدی زنگ بعد امتحان داری چیکار کردی؟ یه زنگ دینی رو در نظر گرفتی که یه ذره یواشکی درس خوندی، حالا معلمم اگه میفهمید پوستتو میکند استرس داشتی، یکم تو زنگ تفریح تون خوندی بازم استرسشی نکنه نرسم، با استرس و فشار توی 25 دقیقه نیم ساعت تونستی یه مبحثو کامل ببندی. یعنی یه کاری که توی یه بعد از ظهر طول می‌کشید و تونستی توی 25 دقیقه نیم ساعت، حالا نه به اون کیفیت ولی ببندی به هر حال. شاید هم نمره خوبم گرفته باشی، همون 25 دقیقه نیم ساعت هم رفته باشی 20 هم گرفته باشی، شاید پیش اومده باشه برات. داستان چیه؟ پارکینسون میگه که آقا نه اون 25 دقیقه نیم ساعت، یه عدد منطقی در نظر بگیر. این کار چقدر طول می‌کشه؟ خوندن این مبحث به بهترین شکل ممکن چقدر طول می‌کشه؟ میگه 2 ساعت. اوکی، من این 2 ساعت رو مثلا از ساعت تا 2 مدرسه ام یا تا 12 مدرسه ام هر چقدر 1 ساعت استراحت میکنم، بعد شروع میکنم میخونم، امتحانه رو میبندم که خیالم راحت شه، بعد بقیه برنامه هم اجرا میکنم. اوکی، اون تایمر رو پیش بینی کن. همینجوری نگو برم بخونم ببینم حالا هر وقت تموم شد وقت که دارم. اگه اینجوری بهش نگاه کنی، هر چقدر که وقت داشته باشی، مثلا تو بعد از ظهر وقت داری دیگه، کل بعد از ظهر همون یه کار طول میکشه. پس یه پیشبینی منطقی، پیشبینی که گفتم بهت، کاری که شاید تو 25 دقیقه نیم ساعت جمع میشد، اما تو 25 دقیقه نیم ساعت چجوری جمع میشه؟ با استرس و فشار. ولی اگه بگی 2 ساعت براش وقت میذارم، قشنگ با خیال جمع انجامش میدی، مرورش هم میکنی، مثلا استرس هم نداری، شاید وسطش هم بخوای 10 دقیقه استراحت کنی، با خیال راحت انجامش میدی. اوکی، پس یه عدد منطقی پیشبینی کن، پیشبینی منطقی. اوکی، حالا دیگه منطقیشو نمی‌نویسم. هر کاری که می‌خوای انجام بدی، هر باکس مطالعاتی که می‌خوای انجام بدی، قبلش پیشبینی کن. اوکی، پس این شد کارهایی که در رابطه مطالعه بهتون گفتم. در رابطه تست و تحلیل تست، بچه خدایی اونایی که اومدید دیدید تست و تحلیل تست منو، یکی این که استفاده کردید یا نه. اگه استفاده نکردید که وای بر شما واقعا، یعنی بهتون میگم نصف عمرتون حالا نه نصف عمر کنکوریتون حداقل به فناست. اما اگه استفاده کردید بیاید بگید بازخوردش چی بوده، چقدر تاثیرگذار بوده اون تکنیکی که بهتون یاد دادم برای تست زدن و تحلیل تست. یه برای ریاضیم خیلی خوب بوده. بچه ها این که استفاده کردید دمتون گرم، بازخوردشو به هم بگید، چه بازخوردی داشته، خوب بوده، بد بوده، عالی بوده، دمتون گرم. حالا لطف دارید بیشترتون. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، دمتون گرم. همه تقریبا گفتن عالی بوده، تا حد زیادی استفاده کردم، عالی بوده، عالی بوده. میگه تکنیک تست، تکنیک های تستنی باعث شده که 1000 تا افزایش تراز داشته باشم، خیلی خوب بوده. سرعت عملم رو زیاد کرده، تست ضریب دار. اوکی بچه ببینید، دو تا در واقع بخش داره این موضوع، یکی تسته که چجوری تست بزنید، یکی تحلیل تسته. اوکی، گفتم مباحثی که شما کامل خوندید، یعنی یه مبحثی رو کامل بستیش خوندیش، یا مثلا مبحث پایه‌ایه 11 داری دهم می‌خونی، 12 یا کنکوری داری دهم 11 می‌خونی، مبحث دهم 11 کامل خوندی یا کنکوری هستی 12 هم کامل خوندی، میتونی یه مبحث کامل بخونی بعد بری سراغ تستاش. مبحثی که توش قویی، مبحثی که توش خوبی، میتونی کل مبحثو بخونی بعد بری سراغ تستاش. گفتم به جای که تستا رو پشت سر هم بزنی 1 2 3 4 5 6 7 8 تا برسی به آخرین تست، تستا رو ضریب دار بزن، تستا رو ضریب دار بزن که بتونی نتیجه بهتری بگیری. انواع تستنی رو هم بهتون گفتم، تستای آموزشی رو انواعش رو بهتون گفتم، تستای
زمان دارم انواعش بهتون گفتم که حالا خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، گفتیم تست آموزشی رو میشه یه تست بزنی بری سراغ پاسخ، یه تست دیگه بزنی بری سراغ پاسخ، زمان خیلی توش مهم نیست. تست زمان دارم که دو مدل بود، حالا تست آموزشی یه مدل دیگه داری که جلوتر بهت میگم. تست زمان دارم تست آموزشی یکیش یه دونه یه دونه بود، یکیش چند تا بود، مثلا 5 تا میزنی بعد میری سراغ پاسخ، دوباره 5 تا دیگه میزنی بعد میری سراغ پاسخ. سه مدل تست آموزشی داشتیم، دو تاشو الان بهت گفتم، یا یه دونه یه دونه یا چند تا. یه مدل دیگه هم داریم که جلوتر بهت میگم. دو مدل هم تست زماندار برات تعریف کردم، گفتم 1 3 تا تست داری، 30 تا رو بزن ببین چند دقیقه طول میکشه. اول اینجوری بزن، بعدن 3 تا تست داری، 30 تا تست توی کنکور 30 دقیقه وقت داره، تو 30 دقیقه ببین چند درصد میزنی. این میشه مدل دوم. یادتی چی میگم؟ یه بار کل 30 تا رو میزنی ببینی چند دقیقه طول میکشه، مثلا 30 تا تست توی کنکور 30 دقیقه وقت داره ولی تو توی 90 دقیقه میزنی، دفعه بعدی 30 تا رو توی مثلا 60 دقیقه میزنی، دفعه بعدی توی 45 دقیقه میزنی. اوکی، شاید هیچ وقتم به اون 30 دقیقه نرسی اصلا. وقتی تو 45 دقیقه میزنی یعنی چی؟ یعنی تو میتونی 2/3 تستا رو بزنی. بعد میری تو تست زماندار، 30 تا تست داری، میدونی 20 تاشو میتونی تو زمان حل کنی، از قبل مشخص شده برات، 20 تاشو تو زمان میزنی درصد گیری میکنی. اوکی، پس اینم میشه در واقع برای انواع تست. یه مدل تستی دیگه آموزشی هم داشتیم، باریکلا، A1 و A2 و Z1 و Z2 رو الان گفتم، بهش میگیم مدل تستی A0. یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیشه بهش گفت تست، A0. A1 و A2 رو گفتم، تستای آموزشی، Z1 و Z2 رو هم گفتم. یه مدل تستی هم بود A0، یعنی نه تسته نه خوندنه، یه چیز بین خوندن و تسته. ببین شما یه مبحثی رو میخونی میگی خدایا از این مبحث اصلا چجوری تست سر میشه، یا نه اصلا یه مبحثی رو میخونی مبحث خوب برات جا نمیفته، یا نه یه مبحثی رو میخونی مبحث برات خوب جا میفته ولی نمیتونی تست بزنی، یا نه یه مبحثی رو میخونی مبحث هم خوب برات جا میفته خوبم میتونی تست بزنی ولی میری تو آزمون خراب میکنی. پس دقت کن تست آسف کجا خوبه، مبحث رو اصلا متوجه نمیشیم، یا اصلا از این چجوری تست سر میشه، یا اصلا متوجهش نمیشی. آسف مبحث رو متوجه میشی نمیتونی تست بزنی، A0. مبحث رو متوجه میشی تست هم میتونی بزنی، توی آزمون نتیجه نمیگیری، A0. حتی مبحث رو متوجه میشی خوبم تست میزنی، تو آزمون هم خوب نتیجه میگیری، بعضی تست ها رو گیری توشون، A0. A0 چیه؟ A0 تست با تقلبه. A0 تست با تقلبه یعنی چی؟ یعنی تست رو میخونی مهم نیست کدوم گزینه درسته، اصلا کاری به گزینه درست نداری، چیکار میکنی؟ صورت سوال رو میری پیدا میکنی از کجای کتابم اومده، گزینه ها رو به خصوص درسای مفهومی و حفظی میری نگاه میکنی که از کجای کتاب اومده، از کتاب یا درسنامه یا جزوه، منبع چیه دیگه، منبع اصلی چیه، جزوه است، میری تو جزوه نگاه میکنی این تست کجا تر شده، این گزینه از کجا اومده. اوکی، تو درس تحلیلی مثل ریاضی چی؟ تو درس تحلیلی حالا دیگه نمیشه بری، حالا میشم بری نگاه کنیم از کجا جزوه اومد دیگه، نگاه بندازی یا درخت دانش بکشی، جلسه قبل بهت یاد دادم، اما مثلا میتونی استفاده مرحله‌ای کنی از پاسخنامه، بعدا خودت یه بار دیگه حل کنی، میشه آسف. یعنی در واقع تست زدن با تقلب، تقلب آزاد تست میزنی دیگه، فهمیدن تست مهمه. بعد تستای سخت، مثلا یه درسی میبینی برات سخته، مثلا توی تستنی بیشتر بچه ها به خصوص بچه های در واقع کنکوری تجربه، مثلا تو درس زیست شناسیشون خیلی مشکل دارن، این مدل تست معجزه میکنه تو زیست. نمیدونم تو فلسفت مشکل داری، مفاهیم شیمیت مشکل داری، هر چی که مشکل داری میتونی تست با تقلب بزنی، رات میندازه قشنگ. ریاضی مشکل داری جزوه جلوت باز باشه برو تستو بزن، درسنامه‌شو بخون، فرمولا رو نگاه کن تو جزوه، بیا حلش کن. معمولا با نگاه به جزوه تو درس تحلیلی شاید خیلی کارت را نیفته، چون اون تست احتمالاً یه خلاقیتی داشته باشه که تو جزوه هم نباشه. استفاده مرحله‌ای از پاسخنامه میتونه کمکت کنه، یعنی یه کمک ریز از پاسخنامه میگیری میری تستو حل می‌کنی، هر چی گیر کردی دوباره میری از پاسخنامه کمک می‌گیری. کمک گرفتنه در واقع معنیش این نیست که دیگه تو تموم شد حل تست یاد گرفتی، باید چیکار کنی؟ باید یه بار دیگه 0 تا 100 هم خودت حل کنی. پس اینم شد برای تستا. برای تحلیل تست بچه گفتم چیکار کنید، گفتم تستا یا تست درست میزنی یا غلط میزنی یا نمیزنی، که غلط نزده ها دو تا حالت داشتن،
گفتم برای درس تحلیلی با درس مفهومی و حفظی یه مقدار متفاوت تحلیلشون. میگه برای جغرافی مثلا جواب داده بهم. دمتون گرم. بچه ببینید تستی که درست میزنیم باید بریم سراغ پاسخ تشریحی یا نیازی نیست؟ باید بریم سراغ پاسخ تشریحی یا نیازی نیست؟ گفتیم پاسخ تشریحی یه منبع اصلی برای چک کردنه. باید بریم باریکلا. یه منبع اصلی برای چک کردنه. یعنی چی؟ یعنی من ممکنه با تحلیل اشتباه به جواب درست رسیده باشم. میرم توی پاسخنامم یه چک میکنم که یه وقتی شانسی نزده باشم یا تحلیلم اشتباه نباشه یا اینکه اصلا ممکنه پاسخنامه یه نکته خوبی داشته باشه یادش بگیرم. پس باید چک بشه. تست درست فقط گزینه رو نگاه نکنم. یه نگاه پاسخ تشریحی هم بندازم. تست غلط نزده برای دروس تحلیلی مثل ریاضی. بعد چیکار کنم؟ غلط زدم یا نتونستم بزنم؟ بچه ببینید تستو وقتی غلط میزنم معمولا از کجا میفهمم غلط زدم؟ اول میرم گزینه صحیح رو نگاه میکنم دیگه ها. میرم گزینه صحیح رو نگاه میکنم. مثلا گزینه صحیح برای من نوشته که من زدم گزینه 2 زده گزینه 3. دارم درس تحلیلی رو میگم و ریاضی رو دارم میگم. خب گزینه که من انتخاب کردم منفی 4ه، گزینه درست مثبت 4ه. شاید یه قدر مطلق اشتباه کردم، شاید یه منفی ضرب نکردم، شاید مثلا سوال منفی جواب نهایی رو ازم خواسته. یه نگاه بندازم ببینم میتونم حلش کنم. شاید من 2 انتخاب کردم، جواب مثلا 8ه. یه وقتی مثلا من یه جواب به دست آوردم تو گزینه ها نیست، نتونستم حلش کنم. یا نه مثلا من چه میدونم 7 به دست آوردم، جوابم مثلا 2 رادیکال 3 چهارمه، مثلا حالا 2 رادیکال 3 پنجمه. خب دیگه اون موقع دیگه احتمالاً ربطی نداره دیگه. حالا یا اینکه نگاه میکنم به پاسخم اشتباهی هم متوجه نمیشم. تو درسای تحلیلی وقتی تست غلط نزده دارم و چیکار کنم؟ نمیتونم حلش کنم، کمک ریز بگیرم سعی کنم حلش کنم. تو درسای مفهومی حفظی باید چیکار میکردم؟ حالا حفظی و مفهومی بنویسمش. حفظی مفهومی غلط نزده داشته باشم باید چیکار کنم؟ بازم دو تا حالت داره. یک گزینه درست. آقا من گزینه درست نگاه میکنم، حفظی و مفهومیه دیگه، من زدم گزینه 2 گزینه 3 درسته. بدون اینکه پاسخ تشریحی رو بخونم میرم رو سوال، میگم آقا من زدم گزینه 2 گزینه 2 من 4 تا سوال بعد میپرسیدم از خودم دیگه، حداقل 4 یا 5 تا سوال. گزینه که من انتخاب کردم گزینه 2 من غلط بوده، گزینه 3 درست بوده دیگه ها. اینجوری حالا من یه ذره اینو بیارم پایین. گزینه مثلا گزینه 1 گزینه 2 3 4 من انتخاب کردم گزینه 2 گزینه 2 غلطه، گزینه 3 درسته. این گزینه غلط من دو تا سوال داشت. چیا بود؟ واقعا غلطه؟ واقعا این گزینه که من انتخاب کردم من فکر کردم درسته، الان میدونم درست نیست. آقا این واقعا غلطه؟ یه وقتی دیدی میگی نه طراح اشتباه کرده، بیا مثلا بیا پاسخنامه اشتباهه، من درست میگم. اولش لطفا فرض رو بر این بذار که خودت اشتباه کردی، چون معمولا اینجوریه. واقعا غلطه یا نه؟ سوال اول. سوال دوم چی بود؟ چرا من دفعه اول متوجه نشدم غلطه؟ آقا این سوالا رو چرا میپرسم؟ خدازاری دارم؟ مازوخیسمم؟ چرا اینا رو دارم خودم اذیت میکنم؟ نه ببین، معمولا اشتباهات ما تکرار میشه به صورت ناخودآگاه. وقتی تو این سوالا رو هی از خودت میپرسی ملکه ذهنت میشه اون اشتباه و دیگه اون اشتباه تکرار نمیشه. از خودت میپرسی آقا واقعا غلطه؟ میگی آره غلطه، فهمیدم که غلطه. چرا متوجه غلط بودنش نشدم؟ به خاطر اینکه اینجا مثلا به این کلمه به این قید توجه نکردم. خب یا مثلا حواسم نبود این فعل منفیه، فعل باید مثبت میشد، دقت نکردم، بی دقتی کردم، یا هر چیزی دیگه. یه وقتی هست میپرسی واقعا غلطه به جواب درست نمیرسی، اون وقت گفتم چیکار کن؟ گفتم یه صورت سوال داری، شاید صورت سوال اشتباه متوجه شدی، یه بار دیگه صورت سوال بخون ببین صورت سوال متوجه شدی یا نه. اوکی صورت سوالم متوجه شدم، بعد میای سراغ گزینه درست. واقعا درسته؟ چرا دفعه اول خوندم متوجه درست بودنش نشدم؟ دو تا سوال. واقعا درسته؟ آره درسته. چرا متوجه نشدم؟ مثلا به این نکتهش توجه نکرده بودم. تونستی با گزینه درست تحلیلش کنی؟
که بارک الله تونستی با گزینه درست حلش کنی. اگه نتونستی با گزینه درست حل کنی باید چیکار کنی؟ یعنی الان تست حفظ مفهومی رو دارم میگم دیگه، با گزینه درست تونستی حل کنی، حل میری پاسخ تشریح میخونی تموم میشه میره. اگه نتونستی چی؟ دوباره میری سراغ آصف زدن اون سوال، یعنی سوال جلوت باز نتونستی دیگه، میری تو منبع اصلی پاسخ تشریح فلان نگاه نمیکنی، منبع اصلی جلوت باز، تو منبع اصلی حفظی و مفهومیه دیگه، از یه جایی از این متن سوال تر شده دیگه. یعنی سوال از کجا تر شده، گزینه ها از کجا اومده، به کمک منبع سعی میکنی سوال تحلیل کنی. تونستی حل شد، حالا میری سراغ پاسخ تشریحی، یه چک نهایی میکنی. بچه این مدلی تست بزنید قیامت میکنید، واقعا خیلی 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 زیاد جوابه. برای آزمونم یه سری نکات رو بهتون گفتم که خیلی خلاصه مختصر و مفید بهتون بگم چیکار کنید، بعد بریم سراغ مدیریت زمان. آقا برای آزمون گفتم یه سری کارا گفتم قبل آزمون انجام بدید، مثلا خوابتون همیشه باید یه ریتم داشته باشه، به موقع بخوابید، به موقع بیدار شید، صبحونه بخورید، مثلا نمیدونم ریلکس باشید قبل آزمون، فکرای مثبت داشته باشید قبل آزمون، نمیدونم اگه حس و حال خوبی نداری یه موزیک بی کلام گوش بده. سر آزمون چه کارهایی انجام بدیم الان بهت میگم. گفتم سر آزمون یکی اینکه استراحت باید داشته باشی، سوال که حل میکنی از اول تا آخر سر تو برگه اینجوری نباشه، هر چند تا سوال که حل میکنی یه لحظه سرتو بیار بالا، یا موقعی که میخوای فکر کنی سرتو بیار بالا فکر کن. خب وقتی سر همش پایین باشه خون رسانی به مغز خوب انجام نمیشه، تمرکز میاد پایین، بی دقتی میکنی. هر چند تا سوال سرتو بیار بالا. گفتم حرکات کششی انجام بده، دستتو بیار اینجوری کن قشنگ، نمیدونم پاهاتو یکم مثلا باز کن، حرکات کششی و ورزشی انجام بده سر آزمون، هیچ اشکالی نداره. گفتم پس استراحت انجام میدی سر آزمون، اوکی. دیگه چه کارهایی گفتم؟ گفتم از یه سری تکنیکا باید استفاده کنید. بچه این تکنیکا مهارتن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجوری نیست که تو بیا اینجا ببینی یاد بگیر بگی حله تموم. تکنیکا مهارتن و مهارت با تمرین به وجود میاد. مثلا دوچرخه سواری یه مهارته، تو یه ماه بشین دوچرخه سواری نگاه کن دوچرخه سوار نمیشی، یه ماه بشین فرمول یک نگاه کن تو وقتی پشت ماشین نشینی راننده نمیشی، متوجهی؟ این مهارت هم همینجوریه. شما توی آزمونا از این مهارت ها باید استفاده کنید. تکنیک ضرب در منها بهت گفتم. تکنیک ضرب در منها چیه؟ گفتم سوالایی که سخته، مشکل داری توشون، میتونی حل کنی، سوادشو داری، وقت گیره، مثلا ضرب در سوالی که هیچ دانشی دربارش نداری، نخوندیش اصلا، بلد نیستی منها، تو دور دوم اگه وقت اضافه آوردی خواستی برگردی سراغ تستا، اونایی که حل کردی که کنارشون هیچ علامتی نیست، میدونی حل شده، وارد پاسخ برگم شده، خیالت راحت، بعد برگردی سراغ کدوم تستا؟ ضرب درا رو باید حل کنی تو دور دوم، مشخص میشن تستا. حالا برای چی کنار تستا که حل میکنیم علامت نمیزنیم؟ به خاطر اینکه دیگه شلوغ پلوغ بشه پاس، در واقع دفترچه سوال، شاید همین ضرب درا رو هم گم کنی. یه علامت دیگه هم بهت گفتم، گفتم ضرب در شه. یعنی چی؟ یعنی این سوال شک داره، کنارش هم ضرب در گذاشتی، شک داره، حالا ممکنه حتی حلش کرده باشی ولی ضرب در شه رو بذار. چرا؟ چون موقع تحلیل آزمون بهت گفتم باید چیکار کنی، دوباره بهت میگم. دیگه چیکار میکنی زمانه نقصانی؟ آقا هر درسی هر چقدر که وقت داره یه ذره ازش میکنیم، مثلا 20 دقیقه وقت داره درس 5 دقیقه ازش میکنیم، تو 15 دقیقه حل میکنی. کدوم سوالا رو حل میکنی؟ تو تکنیک ضرب در منها میری سراغ سوال آسونتر دیگه، آسونا رو حل میکنی، سخته و وقتگیرا رو میذاری که میذاری برای بعد. پس قاعدتا یه سری تستا حل نشده، بعد یه مقدار وقت اضافه بیاری. آقا من وقت کم میارم، این کارم میکنم، وقت کم میارم، احتمالاً تو باید ضرب درای بیشتری داشته باشی. یعنی بازم یه سری سوالی که وقت گیره تو بلدی وسوسه میشی نمیتونی ازش بگذری. تستی که آسونه باید حل کنی، تستی که یه ذره وقت گیره یا سخته رو نباید حل کنی، و توی زمان نقصانی یه مقدار باید زمان اضافه بیاری. حواست باید باشه حدود 1/4 یا 1/5 زمان هر درسی رو بتونی بکنی ازش، نگهداری برای دور بعدی، خیلی عالی میشه و کمک کننده است. برای سوال شکدار بهتون گفتم چیکار کنید. البته که من یه نکته اضافه کنم اینجا، استراتژی بازگشت، اینم بهتون الان اضافه تر میگم، نکته جدید. استراتژی بازگشت که بهتون نگفتم بچه، گفتم
استراتژی بازگشت بهتون گفتم بهم بگید، بعید میدونم گفته باشم. شکدار رو فعلا بگم. شکدار رو گفتم چیه؟ گفتم آقا یه سری ها میان آماری نگاه میکنن، میگن شما مثلا یه گزینه رو هم حذف کنی از نظر آماری از نظر ریاضی شانس مثبت زدنت بیشتر میشه، شکدار رو بزنی خوبه. دو تا گزینه که دیگه حتما از نظر آماری. بعضیا نگاهشون یه مقدار در واقع شاید اینجوری بگم سختگیرانه تره، میگن که کنکور این مدلیه که دام آموزشی داره، ببین تو گزینه که شک میکنی معمولا میفتی تو دام آموزشی و نمیتونی تست را حل کنی و تست را غلط حل میکنی و بهتره که سوال شکدار رو حل نکنی. اما داستان چیه؟ داستانی که تو بچه های مختلف متفاوته. یعنی بعضیا وقتی سوال شکدار رو حل میکنن جواب بهتری میگیرن، معمولا شکداراشون مثبته. بعضیا وقتی شکدار حل میکنن معمولا شکداراشون منفیه و واقعا نمیشه نسبت قطعی داد به سطح درسی اون آدم. معمولا بچه‌ای که توی یه درسی سطحشون خوبتره، بیشتر کار کردن، مسلط‌ترن توی اون درس، معمولا نه همیشه، معمولا شکداراشون نتیجه مثبت‌تری میده. نه همه شکداراشون درست میشه، معمولا شکداراشون نتیجه مثبت‌تری میده. اگه توی یه درسی به اون تسلط نرسیده باشی معمولا شکدارو نتیجه منفی تری میده. ولی خب از کجا بدونم به تسلط رسیدم یا نه؟ معمولا بچهای کنکوری یه مقدار شکاکن، یه مقدار بدبینن. یعنی حتی اگه تسلط خوبی هم داشته باشه، شاید مثلا بالای 90% تسلط داره، 100 نشده، اون 10% چششو میگیره، میگه نه من هنوز به اون تسلط نرسیدم پس شکدارمو غلط میزنم. در صورتی اگه شکدارو میزد مثبت میشد. میگم چیکار باید کنی؟ چه شکدارو تو آزمون زدی؟ چه شکدارو تو آزمون نزدی؟ بعد آزمون دفترچه رو برمیداری، این ضربدرشی که علامت زده بودی رو نگه میداری، حلشون میکنی. بعد میگی من تو جغرافیا مثلا، که دوستان میگه من جغرافیا شکدارم همیشه مثبته، من تو جغرافیا همیشه شکدارم مثبته، جغرافیا رو میزنم. تو فلسفه منطق میگم جغرافیام، تو فلسفه منطق شکدارم معمولا منفیه، فلسفه منطقو فعلا شکدارشو نمیزنم. تا اینجای کار هر آزمونی اومدم تحلیل کردم شکدار منفی بوده، فعلا نمیزنم. شاید بعدن تسلطم بیشتر شد، شکداری فلسفه منطقم تونستم مثبت بزنم. پس ببین من باید نگاه هم یعنی یه نگاه علمی داشته باشم به قضیه، بیام نگاه کنم وضعیت من چجوریه. حالا مثلا نگار میگه من جغرافیا شکدارم مثبته، همیشه درست میزنم، من میتونم بگم شکدارای جغرافیا رو همه بزنن؟ نه، شاید یه عده جغرافیا رو من شکداراشو منفی بزنن، شکداراشو غلط بزنن. ایشون جغرافیا رو باید بزنه، ریاضی رو هم باید بزنه، باید بررسی بشه توی آزمونا چه جوریه وضعیتش. اوکی، استراتژی بازگشت یعنی چی؟ بچه ببینید استراتژی بازگشت به خیلی چیزا ربط داره، به خیلی چیزا ربط داره. البته یه مقدار تحلیل و بررسیش برای شما الان راحت تره. البته قبلا هم کار سختی نبود و میشد انجامش داد، یعنی اگه هدف مشخص بود میشد انجام داد. الان چون زیرگروه ها رو برداشتن و همه درسی که ذریب مشخص دارن خیلی دیگه کار سختی نیست. ببینید استراتژی بازگشت یعنی چی؟ یعنی من یه وقتی کنده بودم اضافه داشتم، حالا فرض رو بر این بذارید من توی دفترچه شماره یکم فرضاً مثلا 20 تا ضرب در دارم، که این 20 تا ضرب در مثلا یه داوطلب رشته تجربی رو در نظر بگیریم که دوتا درس داره، ریاضی و زیست داره. اوکی، حالا 10 تا از این داره، 10 تا هم از این داره، کلن میتونه 10 تا تست حل کنه. یعنی تو زمانی که داره کلن میتونه 10 تا تست حل کنه. مثلا چقدر وقت داره؟ 15 دقیقه وقت اضافه داره برای این دوتا دفترچه، کلن میتونه 10 تا تست حل کنه. چیکار باید کنه؟ باید بره سوال آسونتر رو حل کنه، یعنی هر دو تا درس رو بره یه نگاه بهش بندازه. بچه ببینید قبلا که مثلا دفترچه اختصاصی تجربی 5 تا درس بود یا مثلا بچه های انسانی 8 تا درس بود، من چی میگفتم؟ میگفتم که بچه ها همه یه درس رو نگاه نکنید، 2 تا 3 تا نصف درس رو ببینید، همش رو نبینید. خب چشم، انگیزشی هم به روی چشم، فعلا بذارید تمامش کنم. میگفتم همه رو نبینید. الان یه مقدار بازی عوض شده. ببین شما کلا 20 تا داری، یه وقتی از سطح این درس ها یه مدلیه که تو زبدرای مثلا زیست و 10 تاشو میتونی حل کنی، ریاضی رو هم 10 تاشو میتونی حل کنی. اوکی،
یا میتونی 5 تا از این حل کنی، 5 تا از این حل کنی، اما به یه چیزای بستگی داره دوباره که برم سراغ کدوم درس. بچه یکیش تعادله. تعادل یعنی چی؟ تعادل یعنی من ریاضی رو 50 زده باشم، زیستم 50 زده باشم. درسته این میشه تعادل؟ نه. تعادل یعنی چی؟ یعنی اگه من قرار کلا 100 بزنم 40 60 اگه اینجوری بنویسم، این ریاضی باشه، این زیست، این متعادل تره. عجیب شاید برات باشه. بچه ها ببینید، مثلا اگه 120 باشه 60 60 متعادل نیست، ولی 50 70 متعادله. چرا؟ چون زیست ضریب بالاتری داره، تأثیر بیشتری داره توی کنکورت. خب شما برید کارنامه ببینید، مثلا شاید 50 50 یعنی ریاضی رو 50 زده، زیست هم 50 زده، پزشکی قبول نشده، یه آدمی با همون کارنامه کاملا مشابه ریاضی رو 40% زده، زیست رو 60 زده، قبول شده. پس ببین، من باید یه نگاه به تعادل داشته باشم، یه نگاه به ضرایب داشته باشم، یه نگاه به ترازدهی درس داشته باشم، که حالا من اینا رو براتون شخصی سازی میکنم، بهتون میگم باید چی کار کنید، نگران این موضوع نباشید. برای داوطلبای خودم اینو شخصی سازیش میکنم. پس ببین، این متعادل نیست، عجیبه، این متعادل نیست، عجیبه، درصد شبیه هم. پس ببین، درصد شبیه هم مهم نیست، اینکه اون درصدی که زدی تراز خوب بهت بده، این متعادل تره. اوکی، پس من ریاضی رو 50 زدم، زیستم 50 زدم، اولویتم تو زبدر داره زیست یا ریاضی؟ زیست، باریکلا. آقا من زیستم و 70 زدم، ریاضیمو 30 زدم، گفتم اینا هم مثلا ضریب سختیشون هم فرضاً یکیه، کدومو برم بزنم؟ ریاضی. آقا من جفتش یکی زدم، 40 و 60 زدم، اینو 40 زدم، اینو 60 زدم، 5 تا از این 5 تا از این، آسون تراش انتخاب میکنم، حل میکنم، یعنی متعادل هستم، 5 تا از این 5 تا از اون میزنم. گرفتی استراتژی بازگشتی؟ بازم جلوتر برسیم به جنبندی ها در رابطه با در واقع این استراتژی هم صحبت میکنم. حله، این هم شد استراتژی بازگشتمون. آقا بریم سراغ مدیریت زمان، بعدش هم چشم سوالاتون هم جواب. بچه یکی از موضوعاتی که اگه مشکل، اول اینو بهتون میگم، اگه مشکل خواب دارید توی پکیج ویتامین خواب، هم از نظر مشاور تحصیلی هم از نظر مشاور روانشناس براتون بررسی شده. شما میتونید نکات رو کامل بخونید اگه اختلال خواب دارید. معمولا خواب برای داوطلبای کنکوری، یعنی بچه‌ای که مثلا 17 سالشه 19 سالشه، جوان همسن و سال شما، معمولا به خاطر بی برنامگیه، یعنی معمولا مشکل جسمی نیست، نمیدونم مشکل خدای نکرده روحی روانی نیست، معمولا به خاطر برنامه ریزیه بده. مثلا میری تو گوشی میشینی بازی میکنی، یا میری چت میکنی تا 2-3 بیداری، نمیخوابی، بعد زور میای میخوابی، خوابت به هم میریزه، به خاطر برنامه ریزیه اشتباه. معمولا بچه ها خواب مناسب ندارن، که بازم تو جدول عادات میتونید خوابو تنظیم کنید با تکنیک حالا کمتر از میانگین، یعنی میانگین من ساعت 9 خواب بیدار میشم، از این به بعد ساعت 8 بیدار شم، یا اینکه مثلا ساعت 1 میخوابم، نیم ساعت میانگینم ساعت 1 بوده، نیم ساعت بیارم عقب، میانگینم بشه 12:30. از اون تکنیک هم میتونید استفاده کنید دیگه، اول کلاس امروز هم گفتم. پس معمولا اگه اختلالی توی خوابتون دارید به خاطر بی برنامگیه، اما اگه فکر میکنید اینجوری نیست، میتونید مثلا یه آزمایش خون بدی بری پیش پزشک ببینید شاید حالا یه مشکل فیزیکی داشته باشی که به کمک پزشک برطرفش کنی. مدت زمان خواب برای پسرها توی سن کنکور 6 الی 7.5 ساعت ساعت مناسبیه، اما 6 ساعت هم اوکیه، یعنی 6 کافیه، جوابه. 6 ساعت شب بخوابی، حالا مثلا نیم ساعت یه ساعت هم ظهر بتونی بخوابی. برای خانم‌ها یه مقدار خواب بیشتری لازمه، 7 ساعت 7.5 ساعت میگه حداقل میزان خوابی که باید شب داشته باشی، برای اینکه یه مطالعه با کیفیت داشته باشی. معمولا وقتی از میزان خوابت کم میشه، کمتر میشه، کیفیت مطالعت هم میاد پایین. بچه که 4 ساعت 5 ساعت میخوابن، هر چقدر هم درس میخونن نتیجه خوب نمیگیرن. اوکی، پس مدت زمان خوابتون که مشخص شد، سعی کنید این مدت زمان رو شب بخوابید. بچه ها ببینید ساعت، بذارید من بنویسم، خیلی مهمه. بچه یه هورمونایی توی بدن ترشح میشه، نمیخوام حالا خیلی زیست بهتون درس بدم، بین ساعت 12
الی 4 صبح. توی این ساعتا یه هورمونایی توی بدنتون ترشح میشه مثل ملاتونین که ریتم شبانه روزی رو تنظیم میکنه. این 4 ساعت خواب حکم 10 ساعت خواب روزه داره، چون توی این 4 ساعت خواب عمیق میگیری شما. یعنی اگه میخوای 6 ساعت بخوابی مثلا 11 تا 5 صبح خیلی خوبه. خب اگه میخوای مثلا 6 ساعت بخوابی 12 تا 6 صبح خیلی خوبه. میخوای 7 ساعت بخوابی 11 تا 6 12 تا 7 خوبه. این 4 ساعت جزئی از ساعت خوابت باشه، یه خواب خیلی خوب و عالی میگیری. خواب زور بچه نیم ساعت 20 دقیقه، نهایت نهایتش یه ساعت، بیشتر نشه، کافیه. اوکی، پس یکی مدت زمان خواب، یکی هم ریتم خواب. ببینید من اینو قبلا هم بهتون گفتم، شما شاید مثلا 6-7 ساعت تو میخوابی یا خب شاید اون 6-7 ساعت خوابتو داری، مرتب هم 6-7 ساعت داری میخوابی، اوکی مشکلی هم نداری. اما یه بار یک میخوابی، یه بار دو میخوابی، یه بار سه میخوابی. ببینید بدن شما اینجوریه که به یه ساعتی عادت میکنه، تو نمیذاری اینجوری بدنت عادت کنه. مثلا تو اگه همیشه ساعت 6 بیدار شی، بدنت روتین ساعت 7 صبح تو بالاترین میزان آمادگیه. ولی اگه مثلا همیشه ساعت 8 و نیم 9 بیدار میشی، اخواب فرزن نمیدونم 8 بیدار میشی، بعد روز آزمونت میخوای 5 بیدار شی، 6 بیدار شی از خواب، بدنت به اون آمادگیه نمیرسه. معمولا هم یه ساعتی کار میبره که مغزت به اوج آمادگی برسه. دیدی صبح که از خواب بلند میشی اولش یه ذره منگ میزنی، گیج میزنی، تمرکز کافی و عالی نداری، یه ساعت زمان میخوای. عادیه، هممون همین جوریم. یه ساعت اولی که از خواب بیدار میشیم به اون اوج آمادگی نرسیدیم. پس اگه یه ریتم خوب داشته باشه خوابت، سریعتر بدنت خودشو با شرایط جدید که از خواب بلند شدی و الان تو حالت بیداری هستی و میخوای کار کنی، بدنت سریعتر خودشو وفق میده. پس ریتم میدید به خوابتون، همیشه سر یه ساعت بخواب، سر یه ساعت بیدار. گفتم یعنی در واقع هم برای خواب برنامه ریزی خیلی مهمه. یعنی اگه یه برنامه ریزی خوب داشته باشی هم خوابت اوکی تر میشه، هم برای مدیریت زمان. خیلی ها مثلا میخواد از خوابش بزنه که زمان بیشتری داشته باشه. بچه ببینید مشکل خیلی هاتون اینه که فکر میکنید زمان کم دارید. مثلا باید از یه چیزایی که واقعا لازمه بزنید، از خانواده بزنم، از تفریح بزنم. آره تفریح باید کم بشه، استاندارد باشه، ولی قرار نیست صفر باشه، قرار نیست خودتو بذاری تو قفس. یه برنامه ریزی خوب اگه داشته باشی وقت کم نمیاری. خب برنامه برای تمام لحظات روز، بریم اسلاید بعدی. استهلاک قدرت کنترل. برنامه ریزی برای تمام لحظات روز بعدیش چیه؟ آقا من یه برنامه میخوام که مثلا نوشته باشه 5 تا 7 این کار رو کن، 7 تا 7:30 استراحت کن، 7:30 مثلا تا 8:45 این کار رو کن، 8:45 تا 9 استراحت کن، 9 تا مثلا 10:30 این کار رو کن تا شب. همه چی جز به جز مشخص شده باشه. یعنی من برنامه داشته باشم یه چای میخوام بخورم، اوکی چایمو من مثلا 8:45 تا 9 بعد یه چایی بخورم. چیکار باید کنم؟ یه تئوری داریم به اسم استهلاک قدرت کنترل. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه انسان باهاش مثل یه ربات برخورد میشه، یعنی بهش این مدلی برنامه میدیم که از این ساعت تا این ساعت این کارو کن، از این ساعت تا این ساعت این کارو کن، و برای تمام لحظات روزش. ببینید گفتم اینجا بهتون برنامه‌ریزی برای تمام لحظات روز، برای تمام لحظات روزش وقتی برنامه‌ریزی می‌کنیم، این آدم خب ربات که نیست، حس میکنه عین یه ربات داره برنامه میگیره، دیگه هیچ حق انتخابی نداره. بعد از یه مدت کلا برنامه رو میذاره کنار و اجراش نمیکنه، و یا اگه هم اجراش کنه با حس خوب اجراش نمیکنه، یا اینکه اگه خوبم درس بخونه با کیفیت هم بخونه اون حس خوب رو نسبت به خودش نداره. چرا؟ چون اون برنامه اجرا شدنی نیست. شاید یه هفته دو هفته هم اجرا بشه ولی بعدش اجرا شدنی نیست. اگه برنامه این مدلی داشتی الان میتونی بری تایید کنی، بگی آقا من برنامه ساعتی داشتم که دو هفته اجرا کردم، بعدش دیگه نتونستم، ساعتا رو خودم عوض کردم. مثلا برنامه گرفتم ساعت 8 تا 9 و نیم فلان درس رو بخونم، نتونستم، اومدم ساعت مثلا 10 تا 11 و نیم خوندمش. حس خوبی بهت نمیده. حالا دقیقاً و آره و من هم اینجوری بودم اینا داره میاد. خب
حس خوبی برنامه در کل بهت نمیده، بعد از یه مدت کلا روند اجرای برنامه خیلی بیکیفیت میشه. پس اینو حواستون باشه، قرار نیست برای لحظه لحظه روزتون برنامه داشته باشید، یه چک لیست داشته باشید بچه ها، و برای کارهایی که اون لحظه دارید انجام میدید یادداشت کنید کاراتونو. آقا من الان میخوام چیکار کنم؟ میخوام برم گوشیمو بردارم بازی کنم، میخوام گوشیمو بردارم از این ساعت تا این ساعت چت کنم، اصلا میخوام برم اصلا چه میدونم وبگردی کنم، هر کاری که میخوام انجام بدم یادداشت کنید. یکی اینکه این کاره عذر میخوام اینجا یکی اینکه این کاره یه جورایی باعث میشه که یه سری کارا رو انجام ندی، یعنی خجالت میکشی آقا من الان کار دارم برم مثلا گوشیمو بردارم برم بازی کنم بعد اینو یادداشت کنم، یعنی برای اینکه اونو یادداشت نکنی اجراش نمیکنی، نه اینکه اجراش کنی بعد یادداشت نکنی، یا نه کارا رو اصلا دیگه نمیری سمتش چون میدونی موظفی به یادداشت کردن. خب بعد یه سری کارا هم از الان نمیخوای انجام بدی، یعنی الان موقع درسته، چک لیستت کنارته، حالا تو کشو میزته، میگه خب این کارا رو بعد حواسم بهش باشه، آخر شب میشینی فکر میکنی میگه آقا این کار چقدر مهمه چقدر فوریه، یعنی ممکنه کاره اصلا مهم نباشه ولی خیلی فوری باشه. بچه‌هایی که کلش بازی میکنن یه چیز دیگه هم هست، یه بازی دیگه هم هست شبیه کلشه، چی بگید بهم حالا میدونم اصلا حالا کلشو میگم، کلش بازی میکنن میدونن که حالا نمیدونم کالاف هم همینجوری هست یا نه، یه ساعتی دارید برای اتک زدن، میگه آقا من توی این ساعت باید دارم اتک بزنم، حالا چی نمیدونم دو ساعت دیگه کلاس ریاضی دارم تکلیفم هم مونده ولی اتک هم باید بزنم. اتک مهمه؟ نه. فوریه؟ آره. پس کارایی که مهم نیست ولی فوریه رو میتونم انجام ندم. کالاف نمیدونم اینجوری داره یا نه، هی دارید میگید کالاف، همه کالاف بازن ماشاءالله. اوکی، یعنی کاریه که مهم نیست ولی فوریه. یه سری کارا هستن نه مهمن نه فورین، اصلا کار مهمی نیست کار فوریم نیست، حالا بعدن هم میتونم انجامش بدم. مثلا من در حال حاضر رانندگی نمی کنم، دوست دارم رانندگی رو، دوست دارم گواهینامه بگیرم، مهمه؟ الان در حال حاضر نه خیلی مهم نیست، چون اصلا هنوز ماشین ندارم رانندگی هم نمی کنم، نه خیلی مهم نیست. فوریه؟ نه فوری هم نیست، بعد کنکور میتونم انجامش بدم، یعنی چیزی نیست که اگه الان انجام ندم دیگه سوخته تموم شده رفته، اوکی خط میخوره کاره به همین راحتی. یه سری کارا هستن مهم هستن ولی فوری نیستن، یعنی میتونی بعدن هم انجامش بدی، یعنی کار مهمیه ولی حالا خیلی عجله و همین الان باید انجامش بدم هم نیست. مثلا چی بچه ها بگید، یعنی یه کاریه که خیلی مهمه ولی خیلی فوری هم نیست، حالا همین الان هم انجامش دادم مهم نیست. میگه ظرف شستن کار مهمیه، باید ظرفو بالاخره شسته بشه که مریض نشیم، ولی اونقدر فوری نیست که همین الان باید برم انجامش بدم. حالا نمیدونم بستگی به موانت داره این دیگه، همون لحظه ممکنه بیاد بالا سرت. یا مثلا نه، مثلا چه میدونم غذا خوردن مهمه باید غذا بخورم ولی فوری نیست، الان میتونم مثلا نیم ساعت دیگه انجامش بدم، یه ساعت دیگه انجامش بدم. میدونی اینجوری میتونی کارا رو طبقه بندی کنی. و یه سری کارا مثلا که گفتم، یعنی مهم هستن فوری نیستن و گفتم، نه مهمن نه فورین و گفتم، مثلا آره مثلا دیدن فامیل مهمه نه خیلی فوریه نه اصلا، خب میتونم حالا بعدن انجامش بده. کارا رو خودت بپرس دیگه، مهمه فوریه، این دو تا سوال از خودت بپرس، خیلی دیگه واقعا کمکت میکنه. انجام چند کار با هم. آها بچه مهندس تا کی وقت داریم؟ تقریبا نیم شروع کردیم، یه ربع دیگه یعنی وقت داریم الان، یک و نیمیم دیگه، یعنی تا نیم ساعت دیگه وقت. اوکی. انجام چند کار با هم، بعضی ها فکر میکنن آقا من اگه چند تا کار رو با هم انجام بدم خیلی توی وقتم صرفه جویی میکنم و دیگه به بهترین شکل ممکن کارامو میبرم جلو، مثلا همزمان ظرف میشورم نمیدونم یه موزیکم گوش میدم، از این طرف مثلا حل ریاضی هم با یه دست ظرف میشورم با یه دست هم مثلا ریاضی حل میکنم. ببینید چند تا کار با هم تمرکزت رو همه یه کارا رو به یه نسبتی میاره پایین،
مثلا من خودم که هیچی، کلا تک بودیم، یعنی یه کار انجام بدم بقیه کارو اصلا کلا نمیفهمم. یعنی خیلی دور و بریام، دوستام خیلی براشون پیش اومده، یعنی من درگیر یه کاری ام، مثلا 10 بار صدام کرده، من بی‌محلش کردم، توجه بهش نکردم، بعد نفهمیدم و اصلا متوجه نشدم صدام کرده، بعد فکر کردم من از قصد این کارو کردم، در صورتی که نه، واقعا وقتی میرم تو بره یه کاری کل دنیام میشه همون کاره. حالا خوبه یا بده که خودم دوستش دارم، چون واقعا وقتی تمرکز میکنم روی یه کاری کار خوب از آب در میاد، خوشم میاد خودم از این خصوصیت اخلاقی. اما خب بعضی هم نه، چند حسه‌ای ان اصلا میتونه همزمان چند تا کارو با هم انجام بده. آدمایی که چند تا کارو با هم انجام میدن تمرکزشون تقسیم میشه روی این چند تا کار، کیفیت کارش میاد پایین‌تر. پس حواستون باشه برای اینکه وقتو ذخیره کنید چند تا کارو با هم انجام ندید، اولویت بندی کنید، یعنی یاد بگیرید که اولویت بندی داشته باشید. برای اینکه در واقع یه کاری رو انجام بدید، دو تا، یعنی یه عادتی رو به وجود بیارید، باید اون کار رو تداوم بدید دیگه، مرتب انجامش بدید. از جدول عادات میتونید استفاده کنید، یا یعنی که یه کاری رو باید متوقفش کنید. یعنی چی؟ یعنی یه عادت بدی داری، مثلا قهوه زیاد میخوری، حالا بهتره اصلا قهوه نخوری چون تمرکزت میاره پایین، این کارا رو باید متوقف کنی. حواستون باشه برای اینکه یه کاری، یه کار سختی رو بخوای شروع کنی، حتما یه مقدار باید روش صبور باشی. من تو جدول عادات بهتون توضیح دادم، گفتم وقتی جدول عادات رو میخوای شروع کنی، سعی کنی از کارای آسان‌تر شروع کنی که یاد بگیری، و وقتی میخوای یه کاری متوقف کنی و دیگه انجامش ندی، یاد بگیر که یه چیزی جایگزینش کنی. اوکی، یه کاری که حالا کار آسونی باشه، مثلا میخوای بازی رو بذاری کنار، به جای بازی نشینم درس بخونم. خب درس خوندن خودش کار سختیه، مثلا به جای که بازی کنم میرم میشینم نیم ساعت با مامانم حرف میزنم، یا مثلا میرم کنار خانواده میشینم با خانواده‌ام حرف میزنم، این موضوع جذاب‌تریه. بچه در تو روتین، یعنی یه کاری که به صورت روتین میتونید روزانه انجام بدید، اینا رو اگه میخواید یادداشت کنید، رفقا کاغذ خودکار بردارید اینا رو یادداشت کنید. یه روتینی که اول صبح میتونید داشته باشید، مثلا 10 دقیقه اول، 5 بیدار میشی، 5 تا 5 و 10 دقیقه مراقبه انجام بدی. یعنی چی مراقبه؟ یعنی شما یه سری خصوصیات خوب داری، یه سری اتفاقای خوب توی زندگیت هست، برای اونا میتونی شکرگزاری کنی. مثلا خدا رو شکر که مثلا همچین مادر مهربونی دارم، خدا رو شکر که مثلا همچین رفیق خوبی دارم، خدا رو شکر که مثلا میثم فتی مشاورمه. بابت اینا میتونی شکرگزاری کنی. یا مثلا عشق ورزیدن، عشق ورزیدن، نخندیدنم اصلا میگم نخندیدم حتی، یعنی اینو باید واقعا شکرگزاری کنید بابت داشتن مشاوره خوبی مثلا. آره مثلا سالمم، یا هر چی دیگه، هر چی که فکر میکنی. عشق ورزیدن یعنی چی بچه؟ به پدر، به مادر، نمیدونم به رفیقت عشق ورزی، حس خوب بدی بهش. ببین یه نفر میاد ازت یه تعریف میکنه، چقدر حس خوب میگیری؟ مطمئن باش اون حس خوبی که میدی به خودت هم برمیگرده. خب مثلا چه میدونم داری ریاضی خوندی امروز، خیلی حالت خوب شده، میگه خب فردا صبح اون مراقبه اول صبحی که دارم یه دایرکت میدم به معلم ریاضی، میگم دمت گرم، مثلا کارت خیلی خوب بود، حس خوب میدم و اون حس خوبه رو میگیرم. خب میدونی چی میگم؟ این همچین موضوعی. و اولویت‌های روزتو مشخص می‌کنی، امروز اولویت من این کاراست، این کاراست، این کاراست. حالا یه کار اداری هم ممکنه داشته باشی، باید بری اصلا درس هم باید بخونی. اولویت روزتو مشخص می‌کنی. اولویت دیگه این نیست که سارا زنگ زد پاشو بریم خرید، دیگه دست از پا نشناسی بودجه جمع کنی بری کجا داری میری، دارم میرم خرید، دارم میرم کافه، دارم میرم دور دور. اولویتت این نیست که نمیدونم محمد زنگ زد پاشو بریم دور دور بودوی جمع کنی همه، اولویتت نبوده دیگه، اولویتت اول صبح مشخص کردی. وقتی دیگه محمد زنگ زد یا سارا بهت زنگ زد، میگی که من امروز برنامه‌ام اینجوریه، برنامه تفریحی ندارم، برنامه تفریحی اگه دارم مثلا دوشنبه دارم. ببین رفیقای سمیت خود به خود حس میشن، بهش میگی من دوشنبه ساعت 6 تا 8 وقت خالی برای تفریح دارم، میگه برو بابا دیوونه. یعنی آدمایی که برنامه پذیر نیستن خیلی به نظم و اینا اهمیت نمیدن، خود به خود حذف میشن از زندگی دیگه وقتی اینجوری اولویت بندی داشته باشی. نرمش و حرکات کششی 10 دقیقه، یعنی مثلا 5 تا 5 و 10 دقیقه اون کارو انجام دادی، حالا 5 و 10 دقیقه تا 5 و 20 دقیقه میتونی نرمش و حرکات کششی انجام بدی.
که خیلی خوبه، یعنی یه حالت خیلی عالی بهت میده دیگه. یه لحظه فکر کن تو بلند شدی از خواب، چشات اینجوری اینجوری کردی، یه آبی زدی به سر و صورت تو، حالا یه لقمه نون پنیر چایی هم خوردی، رفتی سر درس، یه وقت دیگه رو فکر کن که مثلا ورزش کردی، پریدی بالا پایین، یه موزیک پر انرژی گذاشتی، بعد میری سر درس. کدوم کیفیتش بهتره؟ مشخصه دیگه. پس 10 دقیقه نرمش و حرکات کششی هم تو برنامه‌تون باشه. 15 دقیقه هیدروتراپی یعنی چی؟ بچه‌ها در رابطه با دوش اسکاتلندی قبلا بهتون گفتم میتونید یه دوش آب سرد بگیری مثلا. حالا میگم اینو بچه‌ها الزامی نیست، هر کدومی که دوست داری میتونی تغییرش بدی، میتونی روتین خاص خودت رو داشته باشی. میتونی چیکار کنی؟ میتونی تلفیقی دوش آب سرد و گرم بگیری. سرد گرم سرد گرم سرد، یعنی 5 تا شد. سرد گرم سرد گرم سرد سرد، یه ذره دیگه سردتر بشه یخ میزنی، تا این حد سرد، یه ذره دیگه گرم بشه میسوزی، اینجوری، یعنی سردش میکنی گرم سرد گرم سرد، 5 بار، هر کدومم 30 ثانیه میشه، 2 دقیقه و نیم دوش میگیری. اوکی، خیلی حس خوبی میده دیگه. حالا یا دوش آب سرد بگیر اگه دوست نداری این تلفیقیه رو انجام بدی. تلفیقیه رو که انجام میدی خوبیش اینه که انقدر عضلاتت منقبض منبسط منقبض منبسط میشن، قشنگ کامل کل سلولای بدنت بیدار میشن. آره، 15 دقیقه هم صبحونه میخوری، حتی اگه میلی به صبحونه نداری میز صبحونه رو بذار 15 دقیقه بشین رو میز. دیدیم مامانا معمولا میگن بیا بشین سر سفره یه لقمه بخور اشتهات باز میشه، و واقعا هم همینجوریه. مامان اشتها ندارم، غذا نمیخورم، میگه حالا تو بیا یه لقمه بخور اشتهات باز میشه، میری و میبینی کل مثلا سفره رو جارو کردی. 15 دقیقه هم صبحونه، مثلا بچه‌ها شکرگزاری و اینا رو هم انجام دادم. خب ویژن ایدئال چیه؟ بچه‌ها اگه میتونید، آها، در رابطه اون دوش آب سرد و گرم خیلی ها این سوال میپرسن که آقا ما دور از جونتون سکته نمی‌کنیم. نه سکته نمی‌کنیم، نترسید، قشنگ عالی جواب، هر کی انجام داده راضی بوده، خیالتون راحت، سکته گزارش نشده تو این مدت که کار کردیم، خیالتون راحت میشه. در رابطه با ویژن ایدئال یعنی چی؟ یعنی بهترین خودت چیه؟ بهترین نمیدونم محمد، بهترین نرجس، بهترین امیرحسین، بهترین منیر، بهترین سحر چیه تصورت؟ ماکس ماکس، یعنی دیگه تو بهتر از این نمیتونی باشی. چقدر میتونی بزرگ فکر کنی که دیگه واقعا از اون خفنتر نشی؟ خفنترین حالت تو چیه؟ بشینی فکر کنی از نظر معنوی چه کار خیری میتونی انجام بدی؟ خیلی واقعا حس خوب میده. چه خدمتی میتونی به جامعه یا به دنیات کنی؟ از نظر مادی چه ثروتی داشته باشی؟ هیچ اشکالی نداره از نظر مادی فکر کنی. اصلا هر کی میگه پول بده، چرت میگه. خب آره، خودش بده. آره، مثلا به مادیات فکر کن، ایرادی نداره چه ماشینی داشته باشم چه خونه‌ای داشته باشم. اینو بهش فکر کنی و بنویسیش. برای هر کدوم از این تیترا میتونی یه صفحه، یه دفترچه برداری برای هر کدومش یه صفحه بذاری. معنویات دو خط نوشتی اشکالی نداره، برداش کار جدید یاد میاد اونم بنویس. برای مادیات مثلا چه میدونم یه فلان ماشین رو نوشتی، فلان خونه رو نوشتی، یه ماشین دیگه میبینی خوشت میاد، اشکالی نداره اضافهش کن. اون قبلی هم خط نزن، اونم داشته باش. میگه میخوای فکر کن، بزرگ فکر کن دیگه، چه اشکالی داره؟ نمیدونم هر چی دیگه، هر چی که واقعا حالتو خوب میکنه، چه سفرهایی دوست دارم برم، بنویس به دفتر بنویس. بعد اول صبح یه 10 دقیقه میتونی به این ویژن ایدئال فکر کنی، میتونی بهش اضافه کنی حتی چیزای جدید. خب و بعدش دیگه روزتو شروع میکنی به این شکل. بچه‌ها یه موضوعی رو میتونید دوباره به روتینتون اضافه کنید، یعنی این روتین صبحت بود، حالا نیم ساعت، 40 دقیقه، یه ساعت، هر چقدر که میدونی یه روتین صبح داشته باش. گفتم یه ساعت اول مغزه در حال اینه که به بالاترین سطح آمادگی خودش برسه. خب حالا شما میگی نیم ساعت بسم، اشکالی نداره، بعد نیم ساعت شروع کن به درس خوندن، شروع روز تو بعد نیم ساعت بذار، ولی یه روتین نیم ساعته داشته باش دیگه. حالا صبحونه است، نمیدونم نرمش، هر چی. خب 4 تا 7 دقیقه برنامه برای حال خوب داشته باش. 4 تا 7 دقیقه برنامه برای حال خوب داشته باش. 5 دقیقه موزیک شاد، رقصیدن، نمیدونم بالا پایین پریدن، قشنگ دیوونه بازی در آوردن که بعضن حالا شاید براتون یکم خنده‌دار یا
حتی غیر قابل باور باشه. بعضا خودم هم از این کار استفاده میکنم، وقتی که حجم کارم زیاده، ذهنم به هم ریخته است، خیلی جوابه. یا موزیک شاد یکم باش بالا پایین میپری و قشنگ انرژی رو تخلیه میکنی، قشنگ آزاد میری سراغ درس خوندن. فکر کن مثلا ذهنت به هم ریخته، یه عالمه کار داری نمیدونی باید چیکار کنی، یهو یه موزیک شاد میذاری میپری بالا پایین، حالا میری سراغ کارا. قطعا مشخص و واضحه که نتیجه کار بهتر. میگه من گریه میکنم، نه دیگه از این من گریه نکن، موزیک بذار پاشو بپر برقص، هر کاری که دوست داری، حالت خوب بشه، حالت خوب بشه 5 دقیقه، که این 4 تا 5 دقیقه میتونه صبح، ظهر، عصر، شب باشه، که همش حالت خوب باشه. 4 تا 5 دقیقه شد، بلافاصله بعد از اینکه 5 دقیقه اندازه یه موزیک دیگه، اندازه یه موزیک شاد، حالا میتونی ورزش کنی، نرمش کنی، برقصی، هر کاری که دوست داری، اون انرژی فیزیکی رو تخلیه میکنی. 2 دقیقه هم نفس عمیق کشیدن. حالا شما برنامه روتین صبحت بوده، رفتی سراغ درس، مثلا 10:30 صبح میتونی اولیشو انجام بدی، 12:30 یک زور دومیشو انجام بدی، 4:05 عصر یکیشم مثلا 8:09 اوکی، 4 تا آهنگ بندری. آره اصلا بچه، یکی از کارهایی که به نظر من توی جدول عاداتتون میتونید وارد کنید و سعی کنید تغییرش بدید، گوش دادن به موزیکای بی انرژی، مثلا 3 و 4 و 5 و 6 تیغا رو پشت هم بزن، که بعید میدونم دیگه گوش بدید. شما زمان کنکور ما بود، سلطان خرات ها قشنگ تو فاز تیغ زدن به خودش بود. آره مثلا این آهنگا رو حذف کنم، آهنگایی که حس منفی و حس خودکشی و حس تو زندگیت عاشق نشدی، انقدر شکست عشقی ها رو گوش میدی، مثلا حس این که عاشق شدی شکست عشقی خوردی به دست میده بعضن، یعنی یه حس عجیبی داریم، میگم من حس میکنم شکست عشقی خوردم، ولی جالب اینه که تا حالا عاشق نشدم اصلا. بعد خیلی هم فازت مثلا فاز بالاییه، چرا؟ چون این موزیکا رو گوش میدی دیگه، این کوفتیا رو مثلا پاک کنم، موزیکای شاد گوش بدم. البته وقتی مودت اینه که حالا یه موزیک ملایم گوش بدی، قرار نیست همش بزن و به کوب باشه، ولی سعی کنی اینا رو پاک کنی. خب حالت خوب بشه 2 دقیقه، پس شما چیکار میکنی؟ 2 دقیقه هم بعدش نفس عمیق میکشی، یعنی 5 دقیقه میپری بالا پایین، انرژی تخلیه میشه، حالا 2 دقیقه قشنگ با کمک دست و اینا نفس عمیق میکشی و یا علی اتومدت امید. خب نهار و شام، بعد نهار و شامتون یه ساعت مشخصی در نظر بگیرید. بچه من تو کانالم، توی بات تلگرامیم، یه بخشی دارم موزیکای انگیزشی. خب این موزیکای انگیزشی اینجوری هن که فقط انرژی مثبته دیگه، یعنی گوش بدی دلت میخواد بری مثلا تو دیوار رد شی. تو بات، تو بخش انگیزشیش، یه بخشی داره موزیکای انگیزشی، یه بخشم داره موزیکای ملایم و در واقع برای ریلکس کردنه، اونا رو هم میتونید دانلود کنید گوش بدید. نهار و شامتون هم سعی کنید سر یه ساعت مشخصی باشه، یعنی یه روتین، یه نظم این مدلی میدی، مثلا همیشه ساعت 1 نهارم آماده باشه، ساعت مثلا 7:30 عصر شامم آماده باشه، اینا حواستون بهش باشه. اگه این مدلی باشه خب دیگه به هر حال معدت هم میدونه کی باید کار کنه دیگه، اینم اوکی. نیم ساعت پیاده روی هم میتونی داشته باشی بعد از ظهر، حالا مثلا بعد از اینکه غذا خوردی شب، 7 مثلا غذا خوردی تا 7:30 تا 8 هم یه نیم ساعت پیاده روی داشته باشی، که کمکت میکنه اتفاقا خواب خوبی هم داشته باشی. البته نباید ورزش خیلی سنگین کنی قبل خواب. روتین شبانگاهی، بچه ببینید شبا، من قبل از اینکه روتین شبانگاهی رو بگم یه دقیقه استراحت کنید. خب بچه روتین شبانگاهی، حواستون باشه آخر شبا به کارای خوبتون فکر کنید خیلی، یعنی فوکوس رو کارایی که باید انجام میدادید و انجام ندادید، برنامه های باقی مانده، بدبختی ها، مشکلات،
اینا واقعا نباید روش تمرکز بشه. هر چقدر بیشتر تمرکزت رو این حس منفیا باشه، خواب بدتری داری. یعنی اون شبایی که مثلا دور از جونت خدایی نکرده کابوس میبینی، یا مثلا بلند میشی از خواب احساس میکنی یه نفر با پتک تا صبح بالا سرت بوده کتکت میزده، به خاطر این که قبل خوابت احتمالاً فکر خوبی نداشتی دیگه. سعی کن قبل خواب، حالا یه ساعت از یک ساعت قبل خواب، خیلی افکار منفی نداشته باشی، بیشتر تمرکزت رو کارهای خوبی باشه که انجام دادی. اینم در نظر داشته باشید. مثلا چی کارو میتونی انجام بدی؟ مثلا دفتر برنامه‌ریزی تو کامل کن اگه جایش پر نشده هنوز. امروز چطور پیشرفت؟ بیشتر نگاه کن به نکات مثبتی که داشتی، کارهای خوبی که کردی، حتی اگه تکراریه. آقا من دیگه هر روز دارم 7 ساعتو میخونم دیگه، هر روز دارم 10 ساعتو میخونم دیگه، کجاش خوبه؟ برای چی باید از خودم ممنون باشم؟ اتفاقا تو برای اینکه این عادت رو نمیدونم روزها یا ماهاست داری انجام میدی، باید هر روز به خاطرش از خودت ممنون باشی. شما یه سری رفتارای خوب دارید که براتون عادی میشه، حالا یه رفتار بد که داری هی میزنیش تو سر خودت، اون رفتاری خوبی که داری و هی هر روز از خودت ممنون باش. آقا من روزی چه میدونم یه صفحه کتاب غیر درسی میخونم، دمم گرم، چقدر آدم خفنی هستم. ولی اگه بگی ای بابا یه صفحه خوندن به چه دردی میخوره، همونم میذاری کنار. ولی ممنون خودت باشی بابت یه صفحه کتاب غیر درسی خوندن، یک میشه دو، دو میشه سه، سه میشه پنج. میدونی چی بهت میگم؟ کارهای ضروری فردا چیه؟ یه سری کارها هست از امروز مثلا مونده که فردا باید انجام بدی. برنامه فردات هم که داری یه نگاهی میندازی و بهترش میکنی. نه، پیام دادن به دوستای اجتماعی کار خوبی نیست آخر شب. کلا یه ساعت قبل خواب سمت گوشی نرید. دوستای اجتماعی اینا رو هم تعطیل کنید که عواقب خوبی نداره تو سال کنکور. فکر کردم به کارهای مثبت روزت گفتم، بهتون تاکیدم هم روی همین بود. دمتون گرم، موفقیت بهتون میاد. بچه سوالاتون رو جواب میدم در رابطه ترمیم معدل. خیلیاتون پرسیدید بچه ترمیم معدل، بله من دیدم. یعنی تحلیل های خیلی متفاوتی رو شما توی فضای مجازی میبینید. یکی میگه آقا هم دی میتونی هم خرداد میتونی، یعنی منطقیش هم همین بوده که تو مثلا دوست داشتی دو تاشو دی ترمیم کنی، سه تاشو بری خرداد ترمیم کنی، چه اشکالی داشت؟ واقعا منطقیش همین بود. اما من صحبتی که با سرمشاور آموزش پرورش حالا توی یکی از مناطق داشتم، ایشون فرمودن که فقط یه باره، یعنی کسی که دیگه تو خودش تو دل آموزش پرورش میگه فقط یه بار، یعنی تو چه یه درس چه 10 درس ترمیم کنی، الان بری تو دیما یه درس تو ترمیم کنی، دیگه خرداد هیچ درسی رو نمیتونی ترمیم کنی. فقط یه بار میتونی رجوع کنی به آموزش پرورش یا حالا اون مدرسه برای ترمیم دروس. میخوای یه درس ثبت نام کن، میخوای همه درس‌ها رو ثبت نام کن، یه بار بری ثبت نام کنی، دفعه دومی دیگه وجود نداره. متاسفانه اینجوریه. پس یادتی ترمیم معدل چجوریه؟ بچه هایی هم که نظام قدیمن باید چی کار کنن؟ مثلا دیپلومشو قبل از 97 گرفته، خب باید چی کار کنه؟ باید بره دیپلومشو توی آموزش پرورش براش تطبیق بدن، تطبیق واحد بدن، یه دیپلوم نظام جدید بهش میدن، بعد میگن حالا بیا برو درساتو با نظام جدید دوباره ترمیم کن. آره، مثلا یکی از دوستامو میگه من دو تا درسامو نگه داشته بودم، الان میخوام دی پاسشون کنم، دی پاس میکنم، خرداد میخوام برم برای ترمیم معدل. شما یه بار میتونی ترمیم معدل کنی، دی که تموم شد دیپلم گرفتی، خرداد میری ترمیم معدل، معدل بالا نمیره. بچه خیلی عجیبه این داستان یه مقدار، چون ما میگیم تاثیر معدل، بعد میگیم معدل بالا نمیره، بچه براشون سوال پیش میاد آقا پس من برای چی میرم ترمیم معدل میکنم؟ ببین نمرت بالا میره، اما در مثلا میگم تو دیپلمتو با معدل مثلا 15 گرفتی، میری ترمیم معدل میکنی، نمرات همش میشه بالای 19، معدلت همون 15 میمونه، اما نمره‌ای که تو کنکور تأثیر داده میشه اون نمرات بالای 19، معدل دیپلمت جابجا نمیشه، همون 15 میمونه، اما نمراتی که ترمیم شدن خوب شدن اونا تو کنکور تأثیر داده میشن، 15 تو کنکور تأثیر داده نمیشه. ببین 10 سال بعد یه نفر بیاد رزومه تو رو ببینه، من حالا البته بچه اینو بهتون میگم، معدل دیپلم هیچ جایی مهم نیست، هیچ جایی ازت نمیپرسن معدل دیپلمت چند بوده. تو مثلا میری پیش وکیل میگی آقای وکیل، خانم وکیل، معدل دیپلمت چند بوده یا کدوم دانشگاه مثلا؟ البته که دانشگاه خوب درس خوندن باعث میشه که تو وکیل بهتری بشی، ولی وکیل خوب ازش سوال نمیپرسی، از پزشک سوال نمیپرسی کدوم دانشگاه درس خوندی. پزشک خوب معمولا از دانشگاه خوب میاد بیرون، وکیل خوب از دانشگاه خوب میاد بیرون،
نمیدونم مهندس خوب از دانشگاه خوب میاد بیرون دیگه، مشخص و واضحه دیگه از کدوم دانشگاه و چه جوری. اما کسی نمیپرسه مثلا معدل دیپلم چند بوده، حتی خب حتی نمیپرسه کدوم دانشگاه درس خوندی، چه برسه بپرسه مثلا معدل دیپلم چند بوده. معمولا اینجوریه، هر موزیکی که بهت انگیزه میده حالتو خوب میکنه گوش بدی اشکالی نداره. الان بریم تو معدل. پس شما معدلت بالا نمیره، نمراتت بالا میره و اون نمراتی که بالا رفته تو کنکورت تأثیر داده میشه. حله؟ برای اپلای هم بستگی به دانشگاهش داره. بعضی از دانشگاه آره مثلا معدل دیپلم براشون مهمه. از دیپلم بخوای بری مثلا توی رشته کارشناسی مثلا خب، اما معمولا اونایی که برای ارشد یا برای دکترا میخوان اپلای کنن اونم دیگه نه دیگه مهم نیست. بچه زمین شناسی ضریبش یکه ثابت، برای پزشکی و دندون و دارو نداره، زیر برو هست شده. زمین ضریبش یکه، ضریب صفر نداره اصلا. آها نه بچه ببینید، دروس عمومی تأثیر بیشتری دارن توی معدل، یعنی نمرات عمومی 26 خورده درصد، حدود 26 درصد تأثیر دارن. اختصاصی ها درصد کمتری تأثیر دارن. خب پس اختصاصی ها بی تأثیر نیستن، معدل باید نمرات اونا هم باید خوب باشه. آها بچه فرق معدل دیپلم با معدل کتبی چیه؟ معدل کتبی 12 اون 40 درصدی که تو کنکورتون تأثیر داده میشه، یعنی شما معدل کتبیتون مستقیم تو کنکور تأثیر داره. اما معدل دیپلمتون برای بعضی از رشته ها، مثلا فرهنگیان گفته حداقل معدل کل شما که میشه 10، 11، 12 کل معدلت، نیم سال اول، نیم سال دوم، نهایی، همش معدل کلت باید بالای 14 باشه. پس اون در واقع برای ورود به اون رشته الزامیه. یعنی اگه معدلت مثلا 13.5 باشه اصلا نگاه نمی کنن به انتخاب رشته یا درصدای کنکورت، اون حداقل 14 باید باشه. اما کسی دیگه میخواد بره مثلا رشته فرنگیان بخونه، معدلش دیگه نباید زیر 19 باشه، بالای 19 باید باشه کتبی نهاییش. کتبی نهاییش وقتی بالای 19 خود به خود معدلش هم میاد بالای 14 دیگه، پس از اون نظرم به مشکل نمیخوره. بچه ها ببینید، دروسی مثل هویت ضریبشون خیلی پایینه، مثلا 1.5 درصد تأثیر دارن، اما بالاخره تأثیر خودشو میذاره. با توجه به اینکه امسال اولین سالیه که داره اینجوری میشه، یه مقدار با قطعیت گفتنش کار سختیه. اما من میخوام یه چیزی بهت بگم، البته کار خیلی سختی نیست، حالا میخوام بگم که چیکار کنی. یعنی فکر نکن این چیزی که بهت میگم اشتباه، نه درسته و همین کارم انجام بدی. اگه مثلا 2-3 درس کلا برای ترمیم داری، بعد مثلا هویتو شدی 10 فرزن، برو ترمیمش کن. ولی درسی که باید ترمیم کنی زیاده، حالا دیگه مثلا هویت و سلامت اینا رو دیگه اضافه نکن بهش. اگه همون 14-15 هم گرفتی اوکی، چون خیلی تاثیر نداره، همون درس اصلی تو ترمیم کن. آها یه سوال قشنگ پرسید، میگه امتحانای مستمر رو ترم اول رو خیلی بهش بها بدیم، خیلی براش وقت بذاریم. تا پارسال میگفتم نه، میگفتم مهم نیست ولش کن همین کنکورتو بخون. ولی امسال داستان چیه؟ تو باید با تشریحی امتحان دادن آشنا بشی، باید با برگه پر کردن آشنا بشی، پس اهمیت بده بهش. یعنی به امتحانای نیم سال اولت هم سعی کن اهمیت بدی. البته اینم دانش آموز به دانش آموز فرق میکنه دیگه، من اینو به صورت شخصی هم بهتون میگم. آره عمومی ها از رشته زبان و هنر هم حذف شده، یعنی تو کنکور عمومی ندارن. آزمونو خب هر چه زودتر شروع کنی آزمونای آزمایشی رو بهتره. اگه حالا به هر دلیلی شرایط این که آزمون ثبت نام کنی نداری، آزمونا رو دانلود کن تو خونه حل کن. بچه مرور یه موضوع خیلی کامله، حالا من سعی میکنم توی جلسه بعدی مفصلتر دربارش صحبت کنم. تو کانال تلگرام هم سرچ کن مرور، ویدیو گذاشتم میتونی ببینی، اما جلسه بعدی هم در رابطه باش بهتون توضیح میدم.
چون باید هم منحنی فراموش ابینگهاوس رو توضیح بدم که چه جوری چه روشی برای مرور وجود داره رو توضیح بدم، جلسه بعدی یه جورایی نزدیکه به وقتش که اینا رو توضیح بدم، چون خیلی از بچه‌ها میخوان دیما کنکور بدن، دیگه حواسم بوده یه جوری مطالبو بگم که اون داوطلبی که میخواد دیما کنکور بده چیزی از قلم نیفته. جلسه بعدی یه مقدار در رابطه این موضوع باهاتون صحبت می‌کنم. من یه چیزی خوندم استاد جواب منو بده. خوبه، خب من نمیدونم الان سوال تو یه بار دیگه پرس. سوالت چی بود؟ همه کارهایی که میگم و انجام بدی ترازتون میاد بالا. بچه تراز اینجوری نیست که یه کار بگم انجام بدی بیاد بالا. برنامه تکنیکای مطالعاتی که میگم انجام بدی، مدل تست و تحلیل تستی که میگم انجام بدی، برخوردت با آزمون، نوع خلاصه نویسی، تمام تکنیکایی که میگم و انجام بدی، نه که همش هم انجام بدی، تو هر یه دونه‌شو که انجام میدی خودت حس این که داری بهتر میشی رو میفهمی. عربی و دینی بالای 19 ترمیم کنم یا نه؟ اگه کلا همین دوتا رو مثلا فقط 19 شدی، بقیه‌اش همش 20، این دوتا رو هم ترمیم کن. بعد کارنامه ببینم بهت بگم که باید ترمیم کنی یا نه. این دوتا 19 ترمیم کنم یا نه؟ خب بقیه چندن؟ بقیه همش 20، خب یعنی میتونی دوتا رو هم راحت 20 بگیری، برو ترمیم کن. نه بقیه همه داغونن، این دوتا 19، نه این دوتا رو ترمیم نکن، بقیه رو بیار بالا. آها یه سوال دیگه قشنگ بود، میگه درس ترمیمی رو از الان بخون یا چند روز قبل امتحان؟ نه نه از الان بخون، نمونه سوال حل کن. خیلی مهم، یه بار بیشتر نمیتونی ترمیم کنی دیگه، همین یه بار میره تا آخر عمر. از الان بخون، برنامه داشته باش، نمونه سوال تشریحی حل کن که بیاد بالا. عادیه، خواب درس خوندن میبینی عادیه دیگه، دغدغت کارت اولویتت در طول روز فقط درسه. قاعدتا خواب درس می‌بینی، خواب کنکور می‌بینی، خواب جلسه کنکور می‌بینی، عادیه اینا، خیلی خودتو نگران این موضوع نکن. من ریاضیم ضعیفه چیکار کنم؟ بارها گفتم شما هر درسی، شما ضعیف نیستی، شما نمی‌خونی اون درس رو. 99% همینه. الان تو این کلاس هم هستی، 99% اینه که نمی‌خونیش. بخونی با حس و باور مثبت، بخونی روز 4 تا 5 تا دونه تمرین حل کنی هر روز، بعد دو روز، بعد یه هفته، نه بعد دو سه ماه وضعیت توی درس تحلیلی مثل ریاضی خوب میشه. بچه دمتون گرم، ممنونم از اینکه تعامل کردید، سوال خیلی خوبی هم پرسیدید و اینکه انشالله خوش بدرخشید. موفقیت بهتون میاد. بله قبل از اینکه بگم بچه تایپ کردن، موفقیت بهتون میاد. دمتون گرم، خدا نگهدار.